هنوز در زنگبار هستم و دارم لذت میبرم از بودن در این جزیره. هرچی بیشتر در مورد پیشینه این جزیره یاد میگیرم، بیشتر به این جزیره علاقه‌مند میشم. مهاجرت شیرازی ها و ایرانی ها، ترکیب قومی، تاریخ پرفراز و نشیب، یکی از مکانهای مهم تجاری در طی تاریخ، تجارت طلا، تجارت عاج و تجارت برده موضوعات جدا ناشدنی هستند از پیشینه این جزیره. گاهی زیبا و گاهی هم غم‌انگیز. زنگبار تاریخی پرفراز و نشیبی داشته، به طوری که 4 قرن اون 400 سال، از اوایل قرن 15 میلادی تا اوایل قرن 20 میلادی، یکی از سیاه‌ترین زمانهای خودش رو تجربه کرده. در این جزیره در زنگبار 400 سال تجارت برده انجام می شده. این محل، جایی که این کلیسا ساخته شده، زمانی بازار تجارت بردگان بوده. با هم دیگه میریم به سمت کلیسا و بیشتر براتون توضیح میدم. وقتی در قرن 15 میلادی پرتغالی‌ها به زنگبار میان و این جزیره رو تحت کنترل خودشون در میارن، تجارت برده رو در اینجا راه اندازی میکنن برای حدود 200 تا. پرتغالی‌ها برده‌ها رو از اینجا می‌خریدند و به فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها می‌فروختند، تا اینکه 2 قرن بعد در سال 1699 میلادی عرب‌های عمانی به اینجا میان و در حقیقت پرتغالی‌ها رو شکست میدن و اونها برای 200 سال دیگه تجارت برده رو ادامه میدن تا اوایل قرن 20. در سال 1873 میلادی انگلیسی ها به اینجا میان و وقتی بردهداری رو میبینن، به حاکم اینجا، به پادشاه زنگبار، پیشنهاد میدن که بردهداری رو متوقف بکنه و در حقیقت اینطور که میگن 100,000 پوند به پادشاه اینجا پرداخت میکنه و پادشاه قبول میکنه و بردهداری رو متوقف میکنن. انگلیسی ها در جایی که بازار برده ها بوده، بازار فروش برده ها بوده، همینجا چنین کلیسایی رو بنا میکنن. البته احتمال این وجود داره که انگلیسی ها این کار رو کردن برای تبلیغ مسیحیت در شرق آفریقا. بعد از اینکه این کلیسا ساخته میشه و پادشاه موافقت میکنه برای متوقف کردن تجارت برده، 7 سال بعد دوباره پادشاه به طور مخفی شروع به تجارت برده میکنه تا اوایل قرن 20، تا سال 1909 میلادی. هرچند که از اون زمان خیلی چیزهای زیادی باقی نمونده و این بازار از بین رفته و این کلیسا به جاش ساخته شده، ولی بعضی از اشیا و چیزهایی که متعلق به اون زمان بوده رو نگه داشتن. مانند سنگی که اینجا هست، یک سنگ مرمر دایره شکلی هست که اینطور که میگن متعلق به اون زمان بوده و در حقیقت برده ها رو وقتی به اینجا می آوردن، 2 روز اول سعی میکردن که به اینا آب و غذا ندن تا اینکه گرسنگی بکشن برده ها، و علتش این بوده که برده ها رو میخواستن آزمایش بکنن که مقاومتشون چقدر هست و چقدر قوی هستن، و بعد از اون برده رو بر روی این سنگ میگذاشتن و شروع میکردن به شلاق زدن برده تا اینکه ببینن مقاومت برده تا چه حدی هست. خب طبیعتاً برده‌ای که مقاومت بیشتری داشته، قیمتش هم بیشتر بوده. بعد از شلاق زدن برده رو میگذاشتن بر روی این سکو و تجار برده قیمت میدادن و طبیعتاً هر کسی که قیمت بیشتری میداده، این برده متعلق به اون بوده. در کنار کلیسا بنای یادبودی رو درست کردن
5 تا مجسمه هست که نمایانگر دوران بردهداری و دوران سیاه زنگبار هستش. طبیعتاً این مجسمه ها رو بعد از اینکه بردهداری در اینجا به پایان یافته درست کردن، ولی زنجیرهایی که به گردن این مجسمه ها هست زنجیرهایی هست که در اون زمان بر گردن بردگان می‌بستن. اینجا اتاقهای بجامونده از اون زمان هستش که در اینجا بردگان رو نگهداری میکردن. تو این اتاق حدود 50 نفر در اینجا زندگی میکردن، نگهشون میداشتن اینجا، زن و بچه و مرد. و اون زمان چون اقیانوس کمی نزدیکتر بوده آب به این وسط میمده و در حقیقت در این وسط دستشویی میکردن و این حالت مستراح رو داشته و پنجره های کوچیکیش از اون بر کمی نور به داخل میتابیده و واقعا تصور کردن شرایط اون زمان هم واقعا دردناک هستش. یک سبک نقاشی هست به نام تینگا تینگا که در حقیقت شخصی به نام ادوارد تینگا تینگا در نیمه دوم قرن بیستم شروع کرده به نقاشی کشیدن با وسایل خیلی ارزون و ساده و یک سبکی رو به وجود آورده در دارالسلام تانزانیا. و این سبک الان در آفریقا، مخصوصا در شرق آفریقا، خیلی محبوب و معروف هستش و خیلی از توریستا چنین نقاشی هایی میخرن و با خودشون میبرن. مشخصه این نقاشی ها در حقیقت دمتون گرم مشخصه این نقاشی ها این هستش که بیشتر از حیواناتی که در شرق آفریقا هستن استفاده میکنن، مانند شیر، زرافه، فیل و از اینجور قبیل حیوانایی که بیشتر در شرق آفریقا پیدا میشه و چنین نقاشی هایی میکشن. وقتی آقای ادوارد تینگا تینگا در سال 1972 فوت میکنه، بعدش دیگه این سبک در شرق آفریقا خیلی معروف میشه و تقریبا هر جای توریستی که در تانزانیا، کنیا شما برین این نقاشی ها رو حتما میبینید. واقعا هم زیبا هستن، رنگی، رنگ های شاد و زیبا. جامبو حالا بذار بعدن. در ضمن مردمان تانزانیا و کنیا، کسانی که به سواحیلی حرف میزنن، میخوام بگن سلام، میگن جامبو. اگه همدیگر رو نشناسن میگن جامبو، اگه همدیگر رو بشناسن میگن مامبو. اگه یکی به یکی بگی مامبو جوابش میشه پوا. حالا من میره رفیقو میگم مامبو پوا. این میشه جواب، این یعنی هلو به سواحیلی. I'm like a shop, look. No space. No, come to show something. حالا بریم این تینگا تینگا رو میکنم نگاه بکنیم. مانند هر مکان توریستی، مغازه دارها سعی میکنن با اصرار توریست ها رو به داخل مغازه ببرن تا که اجناسشون رو به ده ها برابر قیمت بفروشن. البته من هم مثل همیشه مشتری خیلی خوبی نیستم، چون که خیلی فاناتیک چونه میزنم. برای یادگاری میخواستم که از این آهنرباهایی که به در یخچال میچسبونن بگیرم. گفت 20,000 شیلینگ. من گفتم 1,000 تا. البته خیلی پایین نگفتم، چون که بعد از یک هفته در زنگبار قیمت دستم اومده بود. ولی بنده خدا هنگ کرد وقتی گفتم 1,000 تا. Thank you.
اینجا زمانی خونه یکی از بزرگان موسیقی راک دنیا بوده، کسی که دوران بچگی و نوجوانیشو در این خونه سپری کرده، فردی مرکوری یا فرخ بولسارا، خواننده گروه کوین که در سال 1946 میلادی به دنیا آمد و در سال 1991 فوت میکنه. فرخ بولسارا در حقیقت از یک خانواده پارسی به دنیا میاد، خانواده پارسی که از هند به اینجا مهاجرت کرده بودند. خانواده پارسی ها در هند اصالتشون برمیگرده به زرتشتیان ایران که از ایران به هند مهاجرت کرده. خانواده فردی مرکوری یا فرخ بولسارا به اینجا مهاجرت میکنن، چند سال اینجا بودن، فرخ در اینجا به دنیا میاد و بعد از اینجا مهاجرت میکنن به سمت بریتانیا.